جان ویک رو یادته؟ میدونستی که قسمت 4ش قراره به زودی اکران بشه؟ خبر داری چند تا اسپیناف قراره داشته باشه؟ و آیا اینکه جان ویک 5 ساخته میشه؟ میدونستی کیانو ریوز 58 ساله تمام بدکاری‌های فیلمشو خودش انجام داده؟ راستی خبر داری جانی دیپ و جیسون استاتام و سیلور استالونه برای نقش جان ویک در نظر گرفته شده بودن، ولی در آخر نقش به کیانو ریوز رسید و حسابی نواخت؟ قسمت 4 با 14 تا سکانس اکشن بیشترین سکانس اکشن بین سه قسمت قبلی رو داره. اگه میخوای راجع به جان ویک 4 و اسپینافاش بیشتر بدونی، پس این ویدیو رو از دست ندی. خیلی خب بچه‌ها، امروز اومدیم راجع به جان ویک 4 و اسپینافای اون، یعنی فیلم بالرینا و سریال د کانتیننتال صحبت کنیم. خب جان ویک رو که دیگه میشناسید، همون پهلوان با غیرتی که سگش که از طرف زنش بهش داده شده بود و باعث میشد یاد زنش بیفته رو کشتن، اونم رگ غیرتش گرفت و زد پدر و مادر و عمه باعث و بانی این قضیه رو با ظرافت تمام عامل سرویس کرد. و خب اتفاقات دیگه ای افتاد که یه آدم گندگوزی رو کشت. بعدش کل بچهای مشتی هستی و پرطرفدار پایین نیویورک، البته نمیدونم واقعا نیویورک بود یا نه، بالاخای طرف در اومدن و خب ریختن رو سر جان ویک و بقیه‌اشو دیگه میدونین دیگه، زیاد نمیگم براتون، همینجوری هم اسپویل کردم ببینن اصل مطلب. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، امروز بنده آمده ام تا درباره فیلم جان ویک 4 با شما صحبت کنم و تریلر این داستان کامل براتون تریلرشو بررسی کنم، هر چیزی که خودمون تونستیم در بیاریم و بهتون توضیح بدم. اول از همه بگم 4 فروردین 402 اکران میشه، چقدر عالی، چهارم عید میبینمش. نه خیر، دو سه ماه بعدش میاد، چون که دوست آمریکا و کشورهای آدمیزادی اکران میشه و تو ایران ما خبری از این داستانا نیست، باید صبر کنیم تا نسخه خوبش بیاد. و تو آخر جان ویک 3 هم دیدیم که وینستون اون رفیقش بهش خیانت کرد، با تفنگ بهش شلیک کرد، از بالای پشتمون پخ 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 افتاد زمین، بعد خونین و مالین رفت، بعد رفت یه جا یه یاروی هم گفتش که آره داداش بیا بریم وینستون رو بزنیم، اونم به نشانه توافق بهش فاک نشون داد. این دقیقاً جایی که از جان ویک 3 من یادمه. حالا ما توی تریلر میبینیم که همون اتفاقاتی که داخل جان ویک سر این جان ویک بدبخت افتاده بود دوباره داره سرش میاد. یعنی چی؟ یعنی کل مردم اومدن میخوان بکشنش، کل قاتلای کل آمریکا دنبالش هم میخوان بکشنش، حتی بابای جعفر هم چنگال برداشته میخواد بره بکشتش. حالا چند بار ما داخل تریلر وینستون رو میبینیم، همون بیناموسی که به شلیک کرد افتاد پایین، خیانت کرد، میخواست بره جرش بده، باهاش دوست شده، انگار نه انگار فیلم قبلی خیانت کرده. نمیدونم جریان چیه تو فیلم، قراره چه جوری اینا با هم دوست بشن، ولی من واقعا جان ویک 4 رو میخوام ببینم که وینستون رو میکشه، من برای اون نمیخوام ببینم مثلا چرا این دوتا نباید با هم دوست شن. و البته یه نکته دیگه هم هست، اونم اینه که خبر مهمی که از تریلر فهمیدم اینه که خانواده جان از افراد مهمی هن، شاید حالا عضو ایلومیناتی اون دنیای فیلم باشن، یه عضوای کثیفی از یه جای قدرتمندن، ولی نگران نباشین، ما حواسمون هست که خبری اومد خودمون ویدیوشو میسازیم، فیلمم در اومد که 100% تحلیلش میکنیم، چون به هر حال جان ویک شوخی نداره، همه ایرانی ها دیدنش، همه هم دوستش دارن. و البته کلا تریلر جان ویک دعوا بود، یعنی تفنگ تفنگ مرگ مشت اسب همه چیز بود، به غیر از یه چیزی که بشه ازش چیزی فهمید. قرار تو فیلم یه عالم دعوا ببینیم، اینو بهتون تضمین میکنم چون جان ویک. بریم بعدی، بالرینا. خب دوستان رسیدیم به یکی از اسپیناف های جان ویک. این فیلم بین فیلم های جان ویک 3 و 4 جریان داره و روایتگر زنی حرفه‌ای تو آدمکشی هستش که ننه باباشو مثل بتمن کشتن، اینم هیدری طور دنبال رد خون اینا راه افتاده تا عاملان این کار رو پاره پوره کنه. طی همین کاراش پای جان ویک هم به این قضیه باز میکنه و جان ویک هم از اونجایی که روحیه پهلوونی داره نه نمیگه و با هم رنده کردن آدما رو شروع میکنه. فیلم برداری این فیلم توی جای دنج قشنگ داره انجام میگیره به اسم پراک، که پایتخت یک کشوریه که برای شما مهم نیست پس نمیگمش. از بازیگرش بگم که سلطان کیانو ریوزه، بانو آنا دی آرماس و همچنین جناب نورمن ریداس بازیگر نقش دریل توی واکینگ دد هم هست. این تازگی عده از بازیگرا بود و تعداد زیادیشون رو نگفتم. هنوز تاریخ مشخصی برای اکران این فیلم در نظر گرفته نشده و باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. The Continental. این اسپیناف جان ویک یک پیش درآمدی برای این سری فیلمه و خب اسم سریال هم اسم همون هتل معروفه که توی فیلم‌های جان ویک هستش و اون یارو سیاه‌پوسته تو باج وایساده منجی فلاره. آره یادتون اومد دیگه. هنوز داستان مشخصی برای این سریال گفته نشده، ولی خب گفته شده که این سریال 40 سال قبل‌تر از سری فیلم‌های جان ویک اتفاق افتاده و اینا، تاریخش مال اون زمانه و شایعات میگن که راجب گذشته اون یارویی که اسمش هم من نمیدونم، شما هم نمیدونین، همون که آخر جان ویک 3 توی هتل بهش شلیک و بازش از بالا گرفته پایین. داستانش راجب که چطوری به این مقام رسیده و خب به اصطلاح صاحب هتل شده دیگه، مثلا چجوری وام جور کرده هتل رو بسازه اینا. و عارضم به خدمت شما که این سریال قرار 3 تا قسمت داشته باشه که هر قسمتش هم 90 دقیقه هستش و خب بگم براتون که خود جان ویک طبیعتا توی سریال نیستش و بازیگراش هم زیاد معلوم نیست کیا هستن، فقط یکی از اونا مل گیبسون هستش و انصافا از بازیگرای دیگه که خبر ندارم دیگه، ناموسن نپرسید از من، پخش بشه میفهمین دیگه، تاریخ پخشش هم معلوم نیست، چقدر این بی پدر مادر بابا بگو. Okay.
با بچه شما میدونستید که این دوستمون یعنی کیانو ریو یا همون جان ویک توی قسمت اول 77 نفر، توی قسمت دوم 128 نفر و توی قسمت سوم 94 نفر رو مورد عنایت الهی قرار داد و دستشون رو توی دست اسرائیل گذاشت. بازم بگم براتون که کیانو ریو توی سن 58 سالگی تمام بدلکاری‌های خودش رو خودش انجام داده توی قسمت 4. توی قسمت‌های قبلی دقیقش رو بخواید بین 90 تا 95% بدلکاری‌ها رو خودش انجام داده. راستی خالق جان ویک گفته که اسم جان ویک رو از اسم پدر بزرگش برداشته و توی فیلمنامه قرار بود که جان ویک 60 سالش باشه، ولی خب نظرشون عوض شد. تازه اسم فیلمم اول جان ویک نبوده، ولی انقدر کیانو ریوز توی رسانه‌ها گفت که فیلم جدیدی که میخوام بازی کنم اسمش جان ویکه، عوامل سازنده اسم فیلمو عوض کردن گذاشتن جان ویک. خب دوستان، راجع به نسخه چهارم جان ویک و اسپیناف هاش تا ناموس جایی که احتمال داشت بی چیز میدونستیم توضیح دادیم. چند تا چیز بوده که اومدم من بهتون بگم. درباره جان ویک 5 هنوز هیچ اطلاعاتی نیست. گفته شده که بعد از جان ویک 4 میسازنش. نه دیگه، بکشینش، تموم شد دیگه. تا 500 سال دیگه جان ویک 792 با بازی نوه کیانو ریوز. ببینید، من خودم خیلی جان ویک رو دوست دارم، واقعا خیلی دوستش دارم و خیلی حال میده نگاهش میکنم، ولی دیگه همونه دیگه، میره میکشه بعد خلاص تموم میشه، دوباره یه دشمن دیگه میاد برات میکشه بعد دوباره تموم میشه، دوباره یه دشمن دیگه میاد. چرا خب از پشت صحنه دارم میگم متن رو بخون، اظهار نظر شخصی نکن. راست میگم خدایی. خب دوستان، درباره جان ویک 5 داشتم میگفتم. حالا دقیقاً معلوم نیستش که نسخه پنجم همین جان ویک یا همون فیلم بالرینا هستش که توی حاله از ابهامه که قراره چی پیش بیاد و چی بسازن، ولی در کل من میگم میدوشن. حالا ها ماتریکس رو میدوشن، ماتریکس یه جان ویک رو میدوشن، فرقی نداره جفتش کیانو ریوز داره. بعد همین دیگه، من میرم اسکلت میاد فعلا، شو بخیر.